PHF Pharmaceutical Knowledge از سری مباحث اندوکرینولوژی میخواییم در ادامه مباحث دیابت امروز در مورد دیابتیز کامپلیکیشنز صحبت کنیم. لطفا ویدیو ها ما رو لایک کنین، شیر کنین، کامنت بذارین برامون. اگر ویدیو خاصی مد نظرتونه حتما به ما ایمیل کنین، ما در اولین فرصت ویدیو رو برای شما تهیه و در کانال یوتیوبمون PHF Study Gang یوتیوب چنل حتما آپلودش میکنیم. Please subscribe on YouTube channel برای اینکه بتونین به صورت کامل ویدیوها رو ببینین. در ویدیو قبلی راجع به کامپلیکیشن های اکیوت صحبت کردیم و در این ویدیو راجع به کرونیک کامپلیکیشنز آف دیابتیز میخوایم صحبت کنیم که شامل دو دستن، مایکروواسکولار و ماکروواسکولار. مایکروواسکولار بیماری های هستند و کامپلیکیشن های هستند که به خاطر مشکل ایجاد شدن در عروق ریز مایکرو ایجاد میشن، مثل رتینوپاتی، نفروپاتی و نوروپاتی. ولی بیماری هایی که در عروق بزرگتر، یعنی عروق بزرگتر و اصلی تر رو درگیر میکنن، میشن بیماری هایی مثل پریفرال واسکولار دیزیز، سرپرو واسکولار دیزیز و کرونری آرتری دیزیز. یه ریکپی داشته باشیم برای عمل کرده قند و ترشح انسولین. After meal glucose level up. میدونیم بعد از غذا قند خون میره بالا طبیعتاً و گلوکوز حالا باید از طریق گلوت 2 که روی بتا سل های لانگرهن آیلیت وجود دارن وارد سلول بتا سل بشه از طریق گلوت 2. میدونیم که گلوت 2 اختصاصی برای سلول های پانکراس و گلوت 2 و گلوت 4 در سلول های بقیه سلول ها، حالا بافت ادیپوز، بافت ماهیچه‌ای و هر سلولی که میخواد از قند خون استفاده کنه بر گلوکوز ترانسفراز 2 و 4 رو داشته باشه، ولی بتا سل ها فقط گلوکوز ترانسفراز 2 رو دارن. اوکی، پس گلوکوز وارد میشه، وارد سل های بتا شد و گلایکولایسیس انجام میشه. گلایکولایسیس که انجام میشه میدونیم در مباحث بیوشیمی خیلی خوب خوندیم، آتپ لول بسیار بالا میره. بعد از اینکه آتپ لول بالا رفت، سلول دچار اکشن پتانسیل و دپولاریزیشن میشه. دپولاریزیشن سلول یعنی چی؟ یعنی کلسیم وارد سلول میشه. هر وقت کلسیم وارد سلولی شد، اگر سلول قرار باشه چیزی ترشح کنه، اون موقع است که این کار انجام میشه. پس کلسیم وارد سلول میشه، در نتیجه وزیکل هایی که از قبل انسولین رو ترشح ساخته اند حالا میان و با قشا یکی میشن و حالا انسولین رو داخل خون ترشح میکنن. پس دپولاریزیشن سلول باعث ورود کلسیم شد و در نتیجه وزیکل های انسولین اینتگره میشن داخل قشا سلول و انسولین ریلیس رخ میده. بعد از اینکه انسولین ریلیس داخل خون داشتیم، حالا این انسولین ریلیس باعث میشه که گلوکوزی که در خون هست بعد از غذا بتونه مورد استفاده سلول های دیگه قرار بگیره و از طریق گلوت 2 و گلوت 4 وارد سلول ها بشه، به شرطی که یک، ما دیابت نوع 1 نداشته باشیم و انسولین داشته باشیم. پس اگر کسی دیابت نوع 1 داشته باشه و انسولین نداشته باشه، قضیه منتفیه، این اتفاق نمیفته. و اگر دیابت نوع 2 داشته باشیم، میدونین که چه اتفاقی در دیابت نوع 2 میفته. گلوت 2 و گلوت 4 اصولا در داخل سیتوپلاسم هستند، در حضور انسولین اینها میان و داخل غشا اینتگره میشن و باعث میشن که گلوکوز وارد سلول بشه. ولی وقتی انسولین رزیستنس وجود داره، این ترانسپورتر های گلوکوز نمیان و داخل غشا اینتگره نمیشن، یا اگر قرار 10 تا 100 تاشون بیان، 2 تاشون میان. اوکی؟ پس ما انسولین رزیستنس داریم. کلینیکال پرزنتیشن کسی که دیابت نوع 2 داره، یا اولش به صورت آسیمپتوماتیک، همونطور که در ویدیو اول اوورویو دیابت گفتیم خب سلول های بتا سعی میکنن که هی با هایپر پلیژیا و هایپرتروفی سعی کنن جبران کنن، میزنن انسولین های بالا ببرن و شخص تقریبا قند خونش میتونه اوکی باشه و آسیمپتوماتیک بمونه. بعد یواش یواش شروع میکنه اینفکشن ها، کامن اینفکشن ها رو میگیره و فتیگ و بلرد ویژن جزه عوارضیه که نو ظهوره و سریع ظاهر میشه. و 4 تا پی داشتیم: پرستیژیا، پولی دیپسیا، پولی فیژیا اند پولی اوریا، که این 4 تا پی همیشه یادمون میمونه: پولی اوریا، پولی دیپسیا، پولی فیژیا اند پرستیژیا. سابسکرایب آن اور یوتیوب چنل اند رینگ دی بل. ریسک فاکتورهای دیابت نوع 2: اولدر ایج با افزایش سن به علت انسولین رزیستنس، افزایش انسولین رزیستنس، پس ما ریسک فاکتورمون هم میره، ریسکمون هم میره بالا. obesity, family history of diabetes, cardiovascular disease, cardiovascular risk factors
and gestational diabetes, دیابت حاملگی and PCO, polycystic ovary. خب علت اصلی این کرونیک کامپلیکیشن ها که شامل دو دسته بودن، میکروواسکولار و ماکروواسکولار، که همشون هم مربوط به عروق خونیه در واقع این بیماری ها، ببینیم پاتوفیزش چیه. برای اینکه به علت قند بالا در دیابت نوع دو ما دچار آثرو اسکلروسیس یا آرتریوسکلروسیس و اینفلمیشن و اصولا واسکولوپاتی میشیم. مایکروواسکولار رتینوپاتی، خب از دسته مایکروواسکولار میخوام راجع به رتینوپاتی و عوارض چشمی دیابت صحبت کنیم. کاتاراکت و گلوکوما، این دو تا رو بزنیم کنار، میریم سر دیابتیک رتینوپاتی، و اینکه این خیلی مهمه. دیابتیک رتینوپاتی ممکنه منجر به بلایندنس و کلن ویژن لاس بشه به دو علت. یکی اینکه شما و کاتن وول اسپات میبینین در معاینه، it's acute sign of vascular insufficiency to an area of retina، به علت اینه که خون رسانی کم میشه به رتینا، به علت آتروسکلروزیس آرتریوسکلروزیس خون رسانی به رتینا کم میشه، بنابراین blurred vision داریم، microaneurysm داریم، flare hemorrhage داریم، cotton wool spot میبینیم، و در استپ بعدی diabetic macular edema. اینجا دیگه کلن swelling و inflammation به شدت داریم، یعنی به شدت زیادی داریم، که باعث میشه is the most common cause of vision loss in people with diabetic retinopathy. یعنی most common cause of vision loss در diabetic retinopathy کنترل نشده چی هست؟ DME یا diabetic macular edema.